سلام، من امیر عباس هستم و این یکی دیگه از قسمت های ویدیو مهارت یا اسکیل ویده. تو این قسمت میخوایم در مورد یکی از ابزارهای قدرتمند ادوبی ایلاستریتور صحبت بکنیم. کسانی که با نرم افزار ادوبی ایلاستریتور کار کردن، من میتونم بگم به جرات همشون از ابزار پاس فایندر استفاده میکنن. و اگر بخوایم یه ابزار نام ببریم داخل سافت ور که تقریبا همه ازش استفاده میکنن، یکی از مهمترین ابزارها از دید خودم و خیلی از طراحهای دیگه هست، ابزار پاسفایندره. پاسفایندر میاد برای شما چی کار میکنه؟ فرض بگیرید که شما میخواید طراحی آیکون بکنید یا طراحی لوگو بکنید. قطعا خب طراحی افراد دیگر رو دیدید، پیش خودتون میگید که مثلا این لوگویی که طراحی شده یا این آیکونی که طراحی شده اینقدر مثلا منظم گوشه هاش و خیلی خیلی دقیق رسم شده، این میتونه کار دست باشه، به شکل فری هند کشیده شده باشه. حقیقتش اینه که اینجوری نیست. چیزی که شما میبینید متشکل از کلی شکل هست که میتونه دایره باشه، مربع باشه، مثلث باشه، بیزی باشه و طراح میاد اینا رو کنار هم قرار میده و با استفاده از پاسفایندر اینها رو به هم اضافه میکنه، یعنی تجمیعشون میکنه یا از هم دیگه کسر میکنه تا نهایت برسه به اون شیپ مورد نظرش. دونستن این ابزار به شما کمک میکنه که خیلی راحت شروع بکنید باش لوگو طراحی بکنید یا به خصوص طراحی آیکون. طراحی آیکون با این ابزار خیلی راحته و تقریبا میشه که ابزار دست شماست موقعی که میخواید طراحی آیکون انجام بدید. حالا اگر محتوای این کانال رو میپسندید و میخواید ویدیوهای بعدی که من منتشر میکنم رو از دست ندید، من قویا به شما پیشنهاد میکنم که دکمه سابسکرایب رو این پایین بزنید و بعد از کلیک کردن رو دکمه سابسکرایب، اون زنگ رو هم اگر بزنید، به محضی که من ویدیو جدیدی منتشر بکنم روی این کانال قرار بدم، از طریق نوتیفیکیشن روی گوشی موبایلتون و همینطور از طریق ایمیل شما مطلع میشید تا بتونید بیاید و جدیدترین ویدیوی من رو ببینید. حالا بریم ببینیم پاسفایندر چیه و چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب حالا ما نرم افزار ادوبی ایلاستریتور رو اگر باز بکنیم، من اینجا یه سری شیپ کشیدم. قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم، پیشنهادم این هستش که محیط نرم افزار از حالت اسنشل بذاریم رو حالت اسنشل کلاسیک و این نوار رو به ما میده. تمام چیزهایی که شما توی این نوار میبینید توی قسمت پراپرتیز هم هست، ولی استفادهش اینجا خیلی راحت تر از اینه که بیایم از منوی پراپرتیز استفاده بکنیم. این پنل خب همیشه باز نیست، یه موقعی شما ابزارهای دیگر رو باز دارید و نمیتونید از تمام امکاناتش استفاده بکنید، ولی اگر این نوار رو فعال بکنید که با استفاده از محیط سش کلاسیک شما میتونید این بالا داشته باشید. پس اول این کار رو انجام میدیم و بعد از اون میریم توی منوی ویندوز و از اینجا Pathfinder رو انتخاب میکنیم که این پنل رو برای ما باز میکنه که شامل سه تا پنل مختلف است که با هم گروه شدن. من اینو میگیرم و میارم توی ساید بارم این بالا قرار میدم که بتونیم راحت ازش استفاده بکنیم. خب حالا بریم در مورد ابزارها صحبت بکنیم و ببینیم چه کارهایی میتونیم باش انجام بدیم. Pathfinder شامل دو بخش هست، سطر اول و دوم، که سطر اول شامل 4 تا ابزاره و سطر دومش که 6 تا ابزار داره. ما از اولی عموما ستای اول خیلی استفاده میکنیم و از دومی ها من خودم به شخصا اولی رو که دیواید باشه از همه بیشتر استفاده میکنم، که الان دونه دونه براتون توضیح میدم چه کاری میتونیم باهاش انجام بدیم. خب ببینید، من اینجا یه سری شیپ گذاشتم روی صفحه، یه مربع دارم، یه 6 ضلعی دارم و یه دایره دارم. اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ موقعی که من سه تا شیپ رو انتخاب میکنم و روی این دکمه کلیک میکنم، این سه تا شیپ با هم تجمیع میشه، ولی اتفاقی که میفته این هست که رنگ فیل و استروک لایه روی به ارث میرسه به شیپ نهایی که بعد از اعمال این ابزار خواهیم داشت. یعنی من وقتی این سه تا رو سلکت میکنم و یونایتشون میکنم، رنگ دایره و رنگ استروک دایره میشه رنگ نهایی شیپی که ما خواهیم داشت، به این شکلی که الان اینجا میبینید. اگر مثلا من کنترل زی بزنم برگردم به عقب و فقط همین دوتا شیپ رو انتخاب کنم، یعنی مربع و 6 ضلعی، و این ابزار رو بزنم، رنگ 6 ضلعی که لایه روی بود به ارث میرسه به شیپی که ادغام شده. حالا اگر باز دوباره این رو با استفاده از ابزار سلکشن تول یه مارکی بکشم و همش انتخاب بکنم، روی این بزنم، رنگ دایره هست که به ارث میرسه به شیپ نهایی. و من با این میتونم خیلی کار جالبی بکنم. اگر من کنترل زد بزنم، مثلا فرض بگید که این دایره رو بیارم بذارم مثلا اینجا و این رو بیارم بذارم فرضاً اینجا، این شیپ رو اینجا قرار بدم و همه رو با هم سلکت کنم و یونایتشون بکنم،
میتونم یه همچین شیپی داشته باشم. این یکی از ابزار بسیار پر استفاده است که ما خیلی زیاد ازش استفاده میکنیم و میشه باش خیلی کارهای جالبی کرد. موقعی که شما میخواید طراحی آیکون بکنید، یه سری شیپ ها رو کنار هم قرار میدید که با ادغامشون به یه شیپ خاصی میرسیم و از ابزار یونایت ما زیاد استفاده میکنیم. یکی از پرکاربردترین های پس فایندر یونایت است. بریم سراغ بعدی ببینیم بعدی برامون چیکار میکنه. حالا بریم سراغ استفاده از ابزار دوم. اگر من تمام این شیپ هایی که اینجا دارم انتخاب بکنم و روی گزینه ماینس فرانت بزنم، اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ من سه تا شیپ داشتم، یه شیپ لایه زیری هست. تو این حالت نرم افزار میاد چیکار میکنه؟ میگه هر تعداد لایه که شما رو داشتید با هم تجمیع میکنم و مجموعشون از لایه زیری، لایه که زیر همه قرار گرفته، کسر میکنم. در نتیجه چی شد؟ دایره و شیش ضلعی من کسر شد از مربعی که تو زیری ترین لایه قرار گرفته بود. حالا اجازه بدید من کنترل زد بزنم و یه کار دیگه بکنیم. من اول این دوتا شیپ رو با هم دیگه انتخاب میکنم و منظورم دایره و شیش ضلعی هست و از این ابزار استفاده کنم. اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ دایره رو میاد از شیش ضلعی کسر میکنه و ما یه شیپی شبیه یه مهره خواهیم داشت. حالا اگر این دوتا رو با هم انتخاب بکنم، باز از همین ابزار استفاده بکنم، همینطور که میبینید این مهره کسر شد از این مربع و این تیکه وسط باقی موند و ما یه همچین شیپی خواهیم داشت. با استفاده از این میتونیم کار خیلی جالبی بکنیم و ترتیب کسر کردن و اضافه کردن رو میتونه به ما کمک بکنه که شیپ های مختلفی داشته باشیم، مثل همین موردی که من الان براتون انجام دادم. باز دوباره من این کار رو انجام میدم و روی این که بزنم میاد و این شیپ مهره رو از این مربع کسر میکنه. ولی وقتی روش که کلیک میکنم توی نرم افزار ایلستریتر، این بالا سمت چپ خیلی مهمه. شما روی هر شیپی که کلیک بکنید دقیقا به شما میگه که شما روی چی کلیک کردید و با چی طرف هستید. به عنوان مثال وقتی من روی این کلیک کردم، این مربع به من میگه که من اینجا یه رکتنگل دارم. اگر روی این کلیک بکنم، روی شیش ضلعیمون به من میگه یه پلیگون دارم. اگر روی دایره کلیک کنم به من میگه یه الیپس دارم. وقتی روی این کلیک کردم و به من میگه یه گروه دارم، یه گروپ اینجا نوشته شده، یعنی اینکه این شیپ ها با هم دیگه گروه شدن و اگر من بخوام دسترسی به اجزای تک تکش داشته باشم به اصالت گروه خارجش کنم. اگر تو قسمت لایه ها ببینیم، اینجا من یه گروپ دارم، اجازه بدید خود بزرگترش کنم، اینجا من یه گروه دارم که داخلش دوتا پس هست. خب اینو از حالت گروه بخواید خارج بکنید، روش کلیک میکنید، از منوی آبجکت آن گروپ رو که بزنید یا شورتکات شیفت کنترل جی رو که بزنید، اینا الان هر کدومشون تبدیل میشن به یه پس جدا که شما میتونید تک تک کنترلشون بکنید. خب این شده ابزار دوممون. حالا میریم سراغ ابزار سوممون که اون هم یک جاهای استفاده داره که الان براتون توضیح میدم، با اونم کارهای جالبی میشه کرد. بریم سراغ ابزار سوم و ببینیم قابلیت ابزار سوم چی هست. حالا اینجا من سه تا آبجکتمو سلکت میکنم، همشونو با هم دارم و میام روی ابزار سوم کلیک میکنم که ابزار اینترسکت است. اگر روی این کلیک بکنم ببینید چه اتفاقی افتاد، فقط این تیکه کوچیک باقی موند. این تیکه کوچیک چی هست؟ من اینجا سه تا شیپ دارم، این سه تا شیپ با هم دیگه هم پوشانی دارن. میاد نگاه میکنه کدوم تیکه از این سه تا شیپ هست که هر سه تاش با هم پوشانی داره، یعنی تمام لایه ها با هم دیگه هم پوشانی دارن که فقط همین تیکه هست، بقیه دیگه با هم پوشانی ندارم. میاد چیکار میکنه؟ موقعی که از این ابزار استفاده بکنیم همه رو دور میریزه و فقط اون تیکه یا نگه میداره که بین تمام لایه ها. اگه ما 100 تا لایه هم داشته باشیم نگاه میکنه که این 100 تا لایه با هم دیگه هم پوشانی دارن یا ندارن. اگر هم پوشانی داشته باشن فقط همون تیکه رو نگه میداره و بقیه رو میریزه دور. پس این هم یه جاهای کاربرد داره، نه به اندازه دوتای قبلی ولی کاربردهای خودشو داره. بریم سراغ ابزار آخر که یه خورده رفتارش عجیب غریبه و من شخصا خیلی کم پیش میاد ازش استفاده کنم، یعنی تو کاری تا حالا پیش نیومده که استفاده کرده باشم، ولی امکان داره یه جاهایی شما بتونید یه استفادهایی ازش بکنید که حالا بریم ببینیم اون به چه شکل عمل میکنه. خب الان اینجا من این شیپ ها رو سلکت میکنم و از ابزار آخر که اکسکلود هست استفاده میکنم. ببین چه اتفاقی میفته، ما یه شیپ عجیب داریم. خب اینجا چه اتفاقی افتاده من براتون توضیح میدم که چی شده. مدل استفاده از این ابزار و عملکردش به این شکل هست که هر جا یه شیپ خودش با هیچ جا همپوشانی نداره، اون تیکش باقی میمونه. اگه اون شیپ با یه شیپ دیگه همپوشانی داشته باشه، به عنوان مثال این مربع و این شش ضلعی، این تیکه‌ای که با هم همپوشانی دارن چون دوتا شیپ شدن و عدد زوج شده، اون تیکه رو حذف میکنه. یعنی هر جا عدد فرد باشه، یعنی تک باشه، نگه میداره، زوج باشه
حذف میکنه. و اینجا این تیکه دایره چون همپوشانی سه تا لایه هست و فرد محسوب میشه، اینو نگه میداره و بقیه رو حذف میکنه. اگر من روی این بزنم، اگر دقت بکنید اینجایی که مربع و شیش ضلعی همپوشانی داشت، خب اینجا زوج شد، حذفش کرد. این تیکه که عدد فرد محسوب میشد بین سه تا لایه همپوشانی داشت و نگه داشت، و مثلا بین دایره و شیش ضلعی چون این دوتا با هم همپوشانی داشتن این تیکه و زوج محسوب میشد، این تیکه رو حذف کرد. عمل کردش یه خورده غیر عادی و عجیب غریبه، شاید هر کسی ازش استفاده نکنه، ولی خب مورد مصرف خودش رو داره و خیلی ازش استفاده میکنم برای موارد خیلی خاص، ولی وجود داره و میشه ازش استفاده کرد. حالا اینا رو براتون گفتم، بریم سراغ یه مورد دیگه که از خط پایین هست و منوی دیوایت هست. تو منوی دیوایت موقعی که شما یه آبجکتی سلکت میکنید، چند تا آبجکت رو با هم سلکت کردید و از گزینه دیواید استفاده بکنید، گزینه دیواید میاد چیکار میکنه؟ اون شیپی که ما داشتیم و تمام جایی که با هم دیگه هم پوشانی داشتن رو میاد، فرض بگیر که یه تیغ میندازه و همه رو از اون تیکه برش میزنه. در نهایت شما تعداد زیادی شیپ خواهید داشت که از روی جاهایی که استروک داشتن و روی هم قرار گرفتن، لزوما نهاد استروک داشته باشه، هر جایی که روی هم قرار بگیرن انگار شما یه تیغ موکت بری گرفتید و از هر جایی که اینا روی هم قرار گرفتن برش زدید. نتیجه رو ببینیم چه شکلی شده. الان اگر من روی این کلیک بکنم، همونطور که می‌بینید این یه گروه هست. اول باید حالت گروه خارجش کنم، آن گروپش می‌کنم. همونطور که می‌بینید اینا هر کدوم شدن یه شیپ سوا از هم. حتی دایره هم تقسیم شده به دو تیکه. اینم استفاده خیلی خاص داره. خیلی وقت از اینم من استفاده کردم. یه موقع شما نیاز دارید که یه شیپو بزنید از این قسمتی ببرید. کافی یه خط روش بکشید، بگید که از این تیکه به بالاشو دیگه نمیخوام، با استفاده از این ابزار میاد استفاده میکنید، تیکه رو برش میزنید، تیکه اضافه رو که نیاز ندارید رو میتونید بذارید کنار، یا یه شیپی از وسط دو تیکه بکنید. این ابزارم خیلی استفاده داره. خب این شد کلیت ابزارهایی که ما تو پاسفایندر داریم و بیشتر ازش استفاده میکنیم. بازم هست موارد دیگه توی لاین دومش وجود داشت که مورد مصرف خاص داره و معمولا میره توی کاتگوری موارد پیشرفته که فعلا توی این ویدیو بررسیش نمیکنیم. خب این ویدیوی این هفتمون بود. باز تاکید میکنم اگر ویدیوهایی که من ضبط میکنم رو میپسندید و میخواید ویدیوهای جدیدی که ضبط میکنم رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم که دکمه سابسکرایب این پایین بزنید و روی علامت زنگ هم بعدش کلیک بکنید. از این طریق به محضی که من ویدیو جدید بزنم، از طریق نوتیفیکیشن و از طریق ایمیل شما رو مطلع میکنن، شما میتونید بیایید و از جدیدترین ویدیوهای ما استفاده بکنید. منتظر ویدیوهای بعدی اون باشید. خدا نگهدار.